سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. آنایتا هستم به همراه فرزاد. بریم سراغ موزیک ویدیو کوچ. خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. مدبرگ چه چش شد شادم سینا سای کوچ موزیک ویدیو. بله. و میکس و مستر از استاد پترام آزاد. بریم گوش بدیم. بیتشو کای موزیک زده. کای موزیک اگه اشتباه نگفته باشم. موزیک و امیر علی ویدیو دایرکتور دیگه چیزه فامیشو نزد. گوش میدیم از یوتیوب خودش. سایه برو بریم کوچ ببی. میدونم این رفتن سخته، این خاطرات تو دفتر تلخه، اینم میدونم تو محکمی و میدونی که این مسخر جبره. ببین این ملودی خوندنه قشنگ، خواستم بگم پدرام آزاد. پدرام آزاد بچه هم خوبه که جدیدن تو کاراش سینا زیاد این کارو میکنه. یه ملودی صاف راک قشنگ میخونه. خب حالا فکر کنم که کورس داستانی که حالا اینتروش هم و قشنگ میشینه بهش. حالا دقیقاً هم رو صداش میشینه، هم باله، هم من خیلی دوست دارم و قشنگ رد پای پدرام آزاد تو میبینی تو این میکس مستر این شکلی و آیدیا این شکلی که احتمال اضافه کرده. هیچکی نمیخواد از کشورش بره، نمیخواد بشکن دلش، فاصله هر قد که هستش، یادت مهم مقصد قلبه. رفتن هایی با قلب هایی لب مرز شکست، کی فکر میکرد که مهاجرت تای تای قصه است. هر وقت قربت گرفت من و لحظه لحظه گریه است، اما نگاه آخر تو تو مغز من که زنده است. عجیب نمیم چرا عشقم داره در میاد. اصلا همین حاله عشقم در میاد دیگه. بالاخره یه چند وقتی اعمال الان نیست، چند وقت پیش. خب من میگم که سینا سایی رو خیلی دنبال میکنم چون که جذابه برام استایل زندگیش، و خب استوریا اینطوری زیاد گذاشته بود که به نظرتون مهاجرت راه آخره، مهاجرت کنیم نکنیم، چرا مهاجرت کنیم اینا. و من همون لحظه یه حسی میگم خدا نکنه که سینا مجبور مهاجرت بشه. امیدوارم این آهنگم نوید از مهاجرتش نباشه، یعنی حرف دل باشه فقط، بخاطر اینکه حس بدی میده که دوباره یه آرتیست دیگه هم مجبور بشه که ترک کنه کشور. من یه خوده احساساتی شدم به خاطر این حرفایی که میزنه. یه خوده دو تا چهار تا خودم بوده و تو بوده و درسته الان در تهرانیم ولی در واقع مهمونیم در... نمیدونی به کجا تعلق داری. بدترین حس داستانه. و ما که حالا در واقع مسافرتمون در واقع مثل اینی که مهمان هستیم در تهران و برمیگردیم به خونه که تفلیسه. اینو نمیدونیم واقعا. نمیدونیم وقتی ولی... عجیب داریم میریم اونجا داریم میریم خونه یا از اونجا میایم اینجا داریم این حال عجیبیه که تو مجبور باشی. من خیلی دوست داشتم تهران بمونم ولی مهیا نیست دیگه. امید میمیره میمیره تا که یه امیری، عشقاتو میخوری و ساکتو میکینی، بعد این که تصمیم دردناک تو میگیری، میشه جنگ تو ریشه در خاک فموشیری. یعنی خوب نیست حال من، یعنی زوری از من، مجبوری باید تو این را برم. بعض پولیم هم خوب شه، حال روی این فاجعه است. بعض پولیم هم خوب شه، حال روی این فاجعه. وقتی که مهاجرت میکنی بچه‌هایی که بیرون ایران زندگی کردن یا الان اونجا میدونن 11 سال از تهران دور بودم ولی باز احساس غربت میکنم. احساس غربت بعد دیگه اینجا هم احساس غربت میکنم. آره وقتی که 11 سال مثلا تفلیس زندگی کردم با اونجا رو خیلی دوستم ولی احساس میکنم مال من نیست، با اینکه بعد 11 سال دیگه انگار یه عمره برات. ولی الان که تهرانم این یکی دو ماه اصلا احساس میکنم خیلی غریبه. ببین بدترین حسش میدین چیه؟ این چیزی که من از حالا شریک سینا نوشته درک میکنم، حالا حسش راشه میگیرم، اینه که بدترین حالت اینه که تو مجبور بشی که این تصمیم. بله اون دیگه فاجعه است. مجبور بشی تصمیم. بله آره.
مجبوری باید تو این را برم فرز پولیم هم خوب شال روی این فاجعه هست و تیش دوری یا نمیشه به این زودی خاک سر هر کاری کنی خونه رو یه جوری یادت هست که میشی تو خیال شب سمش میمونی بای ترس میگی چه سودی داره پس میدونی کوچ میاره یس این رفتن سخته این خاطرات تو دفتر تلخه این هم میدونم تو محکمی و می چقدر خوب اجرا میکنه کلا شاتای ویدیو رو دوست دارم کارگردان ویدیو رو یه دور دیگه آخر سرش بگی خیلی دوست دارم اینو کارش. خیلی دوست دارم این شاتی که میگیره پشت یه جوری ناکجا آباد فرم داره نشون میده و تو با یه چمدون چمدونی در ناکجا آباد وقتی که کوچ میکنی مهاجرت میکنی دیگه نمیدونی بعد یه شاتایی داره از تفکر و بلا تکلیفی که حالا مثلا داره تو تصمیم گیریش خیلی دوست دارم ویدیو خیلی باحاله خیلی باحاله دفتر تلخه این هم میدونم تو محکمی و میدونی که این مسخر جبره هیچگی نمیخواد از کشورش بره نمیخواد بشکن دلش فاصله هر قد که هستش یادت مهم مقصد قلبه ببین قشنگ داره نشون میده که چقدر دوست داری که بمونی دقیقا همون خاطرهایی داره نشون میده که هر جا بری با خود میبری دیگه دقیقا دقیقا قشنگ ویدیوش واقعا خیلی فکر شده روش عمره میره راحت کلی ایده دارم اونجا بین قابم اینجا نیست سالت گیر کارم میوه هامم زیر آفتین یه راه همیشه آخرین نجاتم تو این چمدون کیسه طاقت بچه شاتی نشسته تو چمدونه وای خدا خیلی باحال شاتا خیلی خوبه دوست دارم خیلی خوش ساخته آره مثلا از توی اون کورس حالا ملودی که خیلی خوشگله سافرکتو میادش یا توی رپ کلاسیک خفن با رایمای خوفی که خدایی سینا داره من فکر کنم اینجا خونه خود سینا دیگه احتمالاً و اون کاکتوسه نظرم جلب کرد که خودش هم تنگ کاکتوسه بعد صبر ایوب دست رد و مغز مغلوب اونجا بهره از سوش اینجا از خرد پوچ چرخه گردون دست به فرمون سمت اندو پس درم سوخ زجه زد تو سهم من کوش تو این چمدون یه وست افسوس حقوق تو هیچ جوون موجی بدون توجی اونجا رو به رشدی اینجا توی مشتی روحت کفری از بوی تو این خوی دوزی پول مفتی پر دود محیط خون پاکیت قشنگ داره همه دلیلا رو میگه آروم باش من صحبت دارم دقیقا داره میگه اصلا نمیدونم چرا ایران وضعیتش مثل یه عفونتیه که با آدم میزنه و خوب نمیشه این عفونت اصلا خود شرایط اجباره دیگه اجباره بله خود شرایط اجباره دقیقا. از بوی تو این خوی دوزی پول مفتی پر دود محیط خونه پاکید تو این چمدون یه پوش امید حق به جانب نیستم از نگاه من این نرف حساب اونجا وقتت بازه اینجا وقتت باطل هر سکانس نقشه هام که رفت باده ضربه های چند جنای رو زخم بازم خنده داره تو این چمدونی که هر کشانه خیلی جالبه از اولش اگه دقت کنی حالا یه دوری که از اول گوش کنی داره دونه دونه میگه چیا داره میذاره تو چمدونش حسرت گذاشتش امید گذاشتش خاطره گذاشتش خیلی باحال یعنی چمدونش یه برای مهاجرت داری جمع میکنی ببین با چه چیزایی باید همراه خود ببری این رفتن سخته این خاطر تو دفتر تلخه این هم میدونم تو محکمی و میدونی که این مسخر جبره هیچگی نمیخواد از کشورش بره نمیخواد بشکن دلش فاصله هر قد که هستش یادت مهم مقصد قلبه نمیخواستم این رفتن و نمیخوام چی؟ نمیخواستم این رفتن نمیخواستم این رفتن هیچکی نمیخواد این نو رفتن ولی مجبور میشه چقدر دوست دارم خانمی که زیر صدا رو پر کرد آره. مسلمتش نمیتونه بگه و این خیلی جالب شد این آخر این تو کورس اضافه کرد یه جورایی مثلا به مخاطب اینم که دو خر پسر بره همه دیگه همه و این حس خوبی میداد این اضافه کردنه در انتها
نمیخواستم این لحظه رو خیلی کار درست و خوبه. بله دوست داشتم. خیلی خوش ساخت بود. خوش ساخت بود ویدیو. این نشون میده که خب چون میدونم که این کار تو ایران 100% جمع شده و چقدر ما آدم حسابی داریم در شغل‌های مختلف که همه درجه یکن و وقتی به این ترک نگاه میکنی که تو این هم آدم درجه یک مجبورم برن و وقتی که این مملکت خالی میشه از این آدم ها دیگه این مملکت درجه یک نمیمونه متاسفانه هر کی به نوعی. دوست داشتم کارو اصلا ترکیب سینا و پدرام خیلی خوب جوابه دوست دارم و میگم امیدوارم که یه ترک دلی بوده باشه از دل تمام کسایی که این شرایط رو دارن و ممکنه که دستیم موجه گرفته باشن یا بخوام بگیرن و یا امیدوارم که خود سینا دستیم موجه نگه داداش نه کجا میخوایم با هم بریم کومت از آزم کوب ما خلاصه که کلا هر کی تصمیم میگیره چه به اجبار چه غیر اجبار اونا که نتیجهش خیلی فراتر و خفنتر و بهتر از اون چیزی باشه که حتی خوش انتظار شده. دقیقا دمتون گرم بچه تا آخر این ویدیو همراه من و آنایتا بودید. من وکس چه شد چالم از هر جی که ما نگاه کنیم براتون آرزوی سلامتی دارم بسیار زیاد از خودتون مراقبت خیلی دوستتون داریم خودم.